خب اول بیاید متن فارسی رو با هم مروری داشته باشیم در حقیقت کلمه و مفهومی به نام پشیمانی پوچ و بیمعنیه اول بیایید ببینیم پشیمانی چه تعریفی داره پشیمانی یک حس دردناک و ناراحت کننده است برای واکنش به انجام یک عمل یا عدم انجام یک عمل در گذشته حالا ببینیم پشیمانی چطور در زندگی ما تأثیر میگذاره تصور کنید کول پشتی خودتون رو پر از سنگ کردید و اون رو همه جا با خودتون حمل میکنید و در نهایت حتی ممکنه فراموش کنید که دارید اون کول پشتی رو به اون سنگینی حمل میکنید اما این کار شما رو سنگین میکنه و حرکت رو به جلو و به سمت اهدافتون رو دشوار میکنه نقش و تأثیر پشیمانی در روان ما دقیقا توسط این کول پشتی منعکس شده شما دائما در حال تکامل و پیشرفت هستید بنابراین درسته که بگیم شما حتی همون فردی نیستید که دیروز بودید هر روز جدید رشد و تغییر رو به ارمغان میاره و شخصیت شما رو رشد میده این قسمت رو توجه کنید بسیار مهمه بنابراین درسته که بگیم فردی که در گذشته تصمیم انجام یا عدم انجام کاری رو گرفته فردی نیست که ما الان هستیم چرا ما به دلیل اشتباه یک فرد دیگر در گذشته الان ما باید خودمون رو سرزنش کنیم چرا واقعا وقتی به گذشته برمیگردیم ما بر اساس آنچه در آن زمان میدانستیم تصمیم گرفتیم و اقدام کردیم توانایی و مهارت ما در اون زمان با درک و آگاهی ما در همون زمان شکل گرفته بود اساسا میتونیم بگیم با توجه به دانش گذشته تصمیمی که در همون زمان گرفتیم مناسبترین و بهترین تصمیم در همان زمان بوده با این دیدگاه روشنگر به جای اینکه به روان زخم پشیمانی و حسرت مکرر از اشتباهات گذشته بپردازیم و انرژی و نشاط خودمون رو برای پشیمانی هدر بدیم میتونیم بر تقویت و پرورش آگاهی خودمون در لحظه حال تمرکز کنیم مطمئنا با رشد شخصی و آگاهی بیشتر در زمان حال انتخاب های تری خواهیم داشت که منجر به احساس پشیمانی کمتری هم در زمان حال و هم در آینده میشه به نظر من که بسیار موضوع جالبیه وقتی بیشتر در موردش فکر بکنید دید بازتر و روشنتری پیدا خواهید کرد حالا بیایم سراغ متن انگلیسیش و با هم بتر کنیمش In fact, the word and concept called regret is absurd and meaningless. In fact, the word and concept called regret is absurd and meaningless. در حقیقت کلمه و مفهومی به نام پوچ و بیمانیه. First, let us see what is the definition of a regret. First, let's see what's the definition of regret. اول بیایم ببینیم که regret is distressing and uneasy emotion that arises from actions taken or not taken in the past regret is a distressing and uneasy emotion that arises from actions taken or not taken in the past پشیمونی یک حس دردناک و ناراحت کننده است برای واکنش به انجام یک عمل یا عدم انجام یک عمل در گذشته. Now let us see how does regret impact our lives. Now let's see how does regret impact our lives. حالا ببینیم پشیمانی چطور در زندگی ما تأثیر میذاره. Imagine filling your backpack with rocks and taking it everywhere. And eventually you might forget you are even carrying it. Imagine filling your backpack with rocks and taking it everywhere. And eventually you might forget you are even carrying it. تصور کنید که کل پشتی خودتون رو پر از سنگ کرده اید و اون رو همه جا با خودتون دارید حمل می کنید در نهایت حتی ممکنه فراموش کنید که دارید کل پشتی رو به این سنگینی حمل می کنید but it burdens you making it hard to move forward towards your goals The role and impact of regret in our soul are precisely mirrored by this backpack. But it burdens you, making it hard to move forward towards your goals. The role and impact of regret in our soul are precisely mirrored by this backpack. اما این کار شما رو سنگین میکنه و حرکت رو به جلو و به سمت اهدافتون رو دشوار میکنه نقش و تأثیر پشیمانی در روان ما دقیقا توسط این کل پشتی منعکس شده You are constantly evolving and developing So it is accurate to say that You are not even the same person you were yesterday. Each new day brings growth and change, developing who you are. You are constantly evolving and developing, so it's accurate to say that you are not even the same person you were yesterday. Each new day brings growth and change, developing who you are. شما دائما در حال تکامل و رشد و پیشرفت هستید بنابراین درسته که بگیم شما حتی همون فردی نیستید که دیروز بودید هر روز جدید رشد و تغییر رو به ارمغا میاره و شخصیت شما رو رشد میده So it is true to say the person who decided to do or not do something in the past is not the person we are now. So it's true to say the person who decided to do or not do something in the past is not the person we are now. بنابراین درسته که بگیم فردی که در گذشته تصمیم انجام یا عدم انجام کاری رو گرفته یا به هر حال نگرفته فردی نیست که ما الان هستیم. Back then, we made decisions and took actions based on what we knew at that time. Our capability and expertise were shaped by our understanding and awareness then. Back then, we made decisions and took action based on what we knew at that time. our capability and expertise were shaped by our understanding and awareness then. وقتی به گذشته برمیگردیم ما بر اساس آنچه در آن زمان میدانستیم تصمیم گرفتیم و اقدام کردیم توانایی و مهارت ما در آن زمان با درک و آگاهی ما در همون زمان شکل گرفته بود Essentially we can say that Considering our past knowledge, the decision we made was the most suitable one at that time. Essentially, we can say that considering our past knowledge, the decision we made was the most suitable one at that time. اساسا میشه گفت با توجه به دانش گذشته تصمیمی که در اون زمان گرفتیم بهترین و مناسبترین تصمیمی بوده که در اون زمان میتونستیم اتخاذ کنیم With this insightful perspective, rather than dwelling on the emotional pain of regret and repeatedly lamenting past mistakes – And wasting our energy and vitality on remorse, we can concentrate on enhancing and nurturing our awareness in the present moment. With this insightful perspective, rather than dwelling on the emotional pain of regret and repeatedly lamenting past mistakes and wasting our energy and vitality on remorse, we can concentrate on enhancing and nurturing our awareness in the present moment. با این دیدگاه روشنگر به جای اینکه به روان زخم پشیمانی و حسرت مکرر از اشتباهات گذشته بپردازیم و انرژی و نشاط خودمون رو برای پشیمونی هدر بدیم میتونیم به تقویت و پرورش آگاهی خودمون در لحظه حال تمرکز کنیم Certainly, as we grow personally and become more aware, we will make wiser choices in the present Leading to fewer feelings of regret both now and in the future. Certainly, as we grow personally and become more aware, we will make wiser choices in the present, leading to fewer feelings of regret both now and in the future. مطمئنن با رشد شخصی و آگاهی بیشتر در زمان حال انتخاب های خواهیم داشت که منجر به احساس پشیمانی کمتر هم در زمان حال و هم در آینده خواهد شد. بسیار خوب دوستان عزیز لطفا تجربیات خودتون در مورد استفاده از این درس هم برای یادگیری انگلیسی و هم در مورد پشیمانی و حسرت های گذشته اگر دوست داشتید با ما در قسمت کامنت به اشتراک بگذارید بلکه تجربیات شما بتونه روشنگر راه دیگر عزیزان باشه بی نهایت سپاس گذاریم که انگلیسی مثل آب خوردن رو مشاهده می کنید و ما رو وسیله ای قرار دادید در مسیر پیشرفت و بهبود و رشد خودتون آرزوی تندرستی و خورسندی داریم براتون و خانواده محترمتون در هر کجای دنیا که هستید